درود بر شما به با خبر ایران شهر خوش آمدید. امروز هفتم فروردین ماه 2582 ایرانی است و 27 مارس 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار منتخب امروز هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. ایندیپندنت فارسی امروز خبری منتشر کرده به نقل از وزارت دفاع بریتانیا. بریتانیا گفته ارسال پهپاد از تهران به مسکو ادامه دارد. همونطور که میدونید یکی از افتخارات این رژیم ولایی اینه که ما الان سلاح داریم میسازیم و تبدیل شدیم به یک صادرکننده سلاح و این افتخارشونه. تنها سلاح صادراتی که واقعا اینو ساختند نوعی پهباد کوچک انتحاریه که خیلی کوچکه ولی میتونه آسیب‌هایی برسونه و این پهپاد اصولا برای کارهای تروریستی ساخته شده. زدن تأسیسات غیر نظامی، تأسیسات نفتی، ناوهای باربری، بسیاری از تأسیسات غیر نظامی رو با این پهپاد خود رژیم زده. افتخار اینها این بودش که تونستن به روسیه این پهپادها رو بدن. چرا؟ ببینید یه چیزی که باید الان ما متوجه بشیم اینه که روسیه چیکار داره میکنه در اوکراین. تئوریش چیه؟ همونطور که قبلا گفتم دلیل اینکه روسیه داره لشکرکشی میکنه به اوکراین اینه که این جغرافیای روسیه طوریه که اگر نقاطی مثل اوکراین و فراتر از اون مثل لیتوانی و لتونی و اینا رو نتونه تسخیر بکنه روسیه، کشور روسیه در آینده نزدیک به عنوان روسیه بزرگ و بزرگترین کشور جهان از هم خواهد پاشید. دلیل واقعی این جنگ اینه. بسیاری تصور میکردن که روسیه میخواد مثلا اروپا رو در تحت فشار بذاره که مثلا پول بیشتری بگیره یا جنگ انرژی. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. بحث فقط قلمرو و بقای روسیه است. این بحث روسیه است. اما تئوریش چیه در جنگ اوکراین؟ ببینید روس‌ها به عنوان مردمانی که درکی دارن از سرزمین‌های خالی، یعنی انقدر فضا و مساحت در روسیه خالیه، بعضی وقتا هزاران کیلومتر طی میکنی یه دونه آدم توش نیست و اصلا انقدر این بزرگه که روسها جاده نمیکشن برای کشورشون. جاهایی که حیاتی و حساسه فقط ریل راهن میکشن، همین. جاده کشی در کار نیست. درک خوبی از این موضوع دارن که جایی که درش زندگی نباشه کشورم درش نمیتونه باشه، یعنی کسی نیست اونجا که اون کشور رو اداره بکنه. استراتژیشون چیه؟ استراتژیشون اینه که شروع میکنی شرایط رو در اون نقاطی که میخوای تسخیر بکنی در اوکراین به جایی میرسونی که هیچ کس نمیتونه درش زندگی بکنه. فرض بکنید یه شهری هست، پالایشگاه داره، نیروگاه داره، امکانات زیربنایی داره، بالاخره مردم زندگی میکنن اونجا دیگه. شروع میکنی به زدن این مراکز زیربنایی. اتفاقی که میفته چیه؟ برق میره، گاز نیست، سوخت نیست، آب نیست، زندگی نمیشه کرد. بنابراین همون ابتدا به ساکن، زن و بچه‌ها و کسایی که نمیتونن بجنگن ترک میکنن و میرن. شهر رو خالی میکنن. کی میمونه؟ یه سری افراد غیر نظامی یا شبه نظامی که میخوان بجنگن. بعد با تانک از رونو رد میشه. این استراتژی روسیه است. بزرگترین چیزی که به این استراتژی الان کمک میکنه همین پهپادهای رژیم. چرا؟ چون اینا متخصص زدن پالایشگاه، نیروگاه، سد، نمیدونم مراکز غیر نظامی مثل بیمارستان و اینجور چیزان. و عملا در ویدیوها دارین میبینید پهپادی که ساختن، همین پهپادایی که انقدر بهش افتخار میکنن، علنا از بالا سر مردم رهگذر رد میشه. یعنی ویدیوهاش هست. الان این پهپادهای رژیم تبدیل شده به یکی از مهمترین ابزارهای تسخیر اوکراین توسط روسیه. حالا این خبر چی گفته؟ روسیه از آغاز ماه جاری میلادی دست کم 71 مرتبه با پهپادهای انتحاری شاهد ساخت جمهوری اسلامی ایران به اوکراین حمله کرده است. این آمار را وزارت دفاع بریتانیا یک شنبه 26 مارس، یعنی دیروز 6 فروردین، در آخرین تخمین اطلاعاتی خود منتشر کرد. اواخر ماه گذشته میلادی حمله های پهپادی روسیه به مواضع اوکراین برای 2 هفته متوقف شده بود. وزارت دفاع بریتانیا معتقد است روسیه احتمالاً به صورت منظم پهپادهای ساخت ایران را دریافت می کند. به نظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران پهپادها را مرتب تولید می کند تا از توان پر کردن زرادخانه روسیه برخوردار داشته باشد. این وزارتخانه بریتانیا همچنین گفت
روسیه احتمال پرتاب پهپادها را از شرق استان کراسنودار و شرق استان بریانسک انجام می‌دهد و به این صورت از انعطاف لازم برای هدف گرفتن بخش‌های چشمگیری از خاک اوکراین برخوردار است و زمان پرواز به سوی اهداف شمال اوکراین را کاهش می‌دهد. همونطور که می‌بینید طبق همین گزارش وزارت دفاع بریتانیا که الان من به شما میگم چرا دارن بریتانیا اصلا راجع به این چیزا حرف میزنن، رژیم اصلا تبدیل شده به یکی از پشتیبان‌های دائمی جنگ روسیه علیه اوکراین و همه هم اینو میدونن، با تفاصیلی که علی خامنه‌ای همین چند روز پیش تو روی تمام مردم دنیا به وضوح دروغ میگفت، از جمله تو روی آدمای خودش که اونا هم میدونن خودش داره دروغ میگه. ببینید چقدر مضحک شده داستان آخوندا. اما چرا الان بریتانیا داره چنین گزارش‌هایی منتشر میکنه؟ بریتانیا کشوریه که سال گذشته معلوم شد 8 ماه گزارش دستگیر کردن یک کشتی و ضبط یک کشتی که توش پر بوده از سلاح‌های ریز و درشت تا موشک هدایت شونده برای حوثی‌های یمن رو مسکوت نگه داشته بود، اصلا منتشر نمی‌کرد. اونجا مجبور شده بودن منتشر بکنن بخاطر اینکه سازمان‌های دولتی تو نظام‌های دموکراتیک تا یه حدی میتونن اطلاعات رو نگه دارن، یعنی تا جایی که واقعا امنیت ملی مثلا ایجاب میکنه میتونن نگه دارن، از یه جایی به بعد ناچارن مجبورن که منتشر بکنن، وگرنه مثلا وزیر دفاع باشه یا هر کس که در اون دخیل باشه میره زیر سوال و برکنار میشه، از جمله در انگلستان. اما سال پیش نگه داشته بودن، چرا الان اینقدر به روز؟ یعنی داره صحبت از میکنه که ما گذشته میلادی تا الان تا این روزها، یعنی روز به روز دارن میشمارن پهپادها و دارن منتشر میکنن انگلیسیا، چیه داستان؟ ببینید تمام این داستان برمیگرده به نظم جدیدی که داره شکل میگیره. این نظم جدید که از جنگ اوکراین کلید خورد و عملی شدنش آغاز شد، کلن تجارت جهانی رو اونطور که ما میشناسیم، یعنی مثلا یک کشوری هستش نفت تولید میکنه، خب مشکلی نداره، نفت رو میفروشه، با پول نفت گوشت وارد میکنه، سبزی وارد میکنه، میوه وارد میکنه، همه چی وارد میکنه. نظم جدید جهانی این رو به هم میزنه. چرا؟ چون نظم جدید جهانی بر پایه ایالات متحده است. ایالات متحده از بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به این یگان کشتیرانی نظامیش تضمین کرده بود که هر کشوری در جهان میتونه کالا بخره و بفروشه. این تجارت جهانی بود. این دیگه در کار نیست. هم ترامپ هم بایدن این رویه رو در پیش نگرفتن. حالا من میدونم خیلی از ما با بایدن مشکل داریم و داریم. ما ایرانی‌ها داریم مثلا. اما رویه‌ای که ترامپ مخصوصا در مورد تجارت جهانی، تولید داخلی آمریکا و غیره پیش گرفته بود، بایدن هم همون رو ادامه داده. مثلا یکی از مهمترین چیزهایی که قرار رو این تاثیر بذاره نفتای دوه که ترامپ انجام داد. یادتون باشه بین مکزیکو، آمریکا و کانادا یک قرارداد جدید بستن به نام نفتای دو، یعنی نفتای یک دیگه نیست، نفتای دوه. اون رو دست نزد بایدن. چرا؟ چون آمریکا داره به اون سمت میره دیگه، تصمیم رئیس جمهور این و اون نیست. این نظم جدید جهانی به این راحتی نیست که هر کی دوست داره بیاد بیاد، هر کس که با این گروه باشه میاد. توجه این گروه کیان؟ ایالات متحده آمریکا، الان هم کسایی که الان عضوشن کانادا و مکزیکن، بعد ژاپنیا هستن، بعد میره سراغ کشور اروپایی، هنوز اینا مشخص نیست وضعیتشون. انگلستان نزدیک به این داستان، بسیار نزدیک، احتمالاً میتونه موفق بشه. استرالیا هم هست جزء این داستانه. هر کس دیگه‌ای بخواد بره جزء این گروه و وارد این بازار بشه و مثل زمان تجارت جهانی بتونه بده بستون بکنه، باید جزء این کلوب بشه. در این حال این گروه نیاز داره به انرژی زیاد. تنها کشوری که الان استعداد این رو داره مثل عربستان بشه با عنوان تامین انرژی، ایرانه. از نظر اینا البته ایرانه. چرا؟ به خاطر که تنها کشوری که استعداد و پتانسیل داره که کشور دموکراتیک باشه ایرانه. چون تمام کشورهایی که داخل این کلوب خواهند بود باید دموکراتیک یا در مسیر دموکراتیک شدن باشن. دیکتاتوری ها دیگه نمیتونه باشه. یعنی عربستان نیست و عربستان نخواهد بود. برای همین هم هستش که عربستان با کله داره میره تو بغل چین که فوق العاده انتخاب بدیه. چیزی که الان اینجا شاهدش هستیم اینه که بریتانیا اینجا به وضوح داره دقیقاً در جهت انقلاب ملی حرکت میکنه. من میدونم ما مشکلات داریم با انگلیسیا، واقعیت بگم گذشته داریم، اتفاقاتی هست، بی بی سی هنوز هست، یعنی اینا تموم شدنی نیست. اما منافعی وجود داره. ما از 28 مرداد 32 که یه سری میگن کودتای 28 مرداد باید درسایی بگیریم. اشتباه مصدق این بود اونجا که به جای اینکه منافع کشور رو در نظر بگیره گذشته رو در نظر گیره.
و منافع ملت و آینده رو در نظر نگرفت. ما نمیتونیم اینجوری بازی بکنیم. اصل اینه که مردم ایران از اینجا به بعد شکوفا بشن. حالا یه تاریخی بوده. اونا یه کارایی کردن، ما می کار کردیم. به هر حال جمهوری اسلامی تو ایران بوده دیگه. یعنی اینجوری نبوده که مثلا اینا مثلا از لبنان ایران رو کنترل بکنن. تو ایران بودن. خیلی هم ایران رأی دادن. خیلی درس‌ها ما گرفتیم در واقع. حالا ما که رأی ندیم ولی خیلی دادن. منظور اینه که سیاست آینده بر پایه منافع آینده باشه. خوشبختانه این رفتارهای انگلستان بسیار منو امیدوار میکنه که اینا دارن درست میبینن مطالب و اتفاقات رو. در مورد انرژی صحبتهای دیگه خواهم داشت در بخشهای دیگه که بسیار بسیار اروپا بهش متکیه و اگر ایران رژیمش عوض نشه اتحادیه اروپا قطعا کارش ساخته است. به همین سادگی من میشم. اما این چرخش بریتانیا و اینجور گزارش ها بسیار نشانه خوبیه به نظر من. باید ادامه بدن دولت ها و به نظر میاد که به این سمت داره همه چیز حرکت میکنه و پیشبینی من هم هستش که هیچ انتخاب بهتری از تغییر رژیم در ایران ندارن. ایران اینترنشنال خبری منتشر کرده که نوشته، نشریه لوموند نوشته در فرانسه، گروهی از وکلای ایرانی فرانسوی برای شکایت از فرمانده سپاه آماده میشوند. به گزارش نشریه لوموند، گروهی از وکلای ایرانی فرانسوی به مدیریت شیرین اردکانی در حال آماده شدن برای شکایت از فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی در فرانسه هستند. به گفته این نشریه، اعضای این گروه امیدوارند که مسئولان جنایت‌های مرتکب شده علیه معترضان را محاکمه کنند. اردکانی که از سوی لوموند کاریزماتیک توصیف شده، تاکنون توانسته حمایت 100 نماینده مجلس در فرانسه را برای معترضانی که در ایران به اعدام محکوم شده اند جلب کنند. ببینید این حرکت در راستای یکی از چیزایی که من بارها گفتم ما باید ببینیم شاهزاده رضا پهلوی چه خطی میده در جهت اون حرکت بکنه. حالا ممکنه این عزیزان در جهت دقیقا دستورات شاهزاده این کار نکرده باشن، اما بخوان نخوان در همون جهت حرکت میکنه و این بسیار خوبه. چیه این؟ فشار حداکثری، حمایت حداکثری. هر کاری ایرانیان خارج از کشور میتونن انجام بدن باید انجام بدن، به خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکا، بیش از همه الان در فرانسه و آلمان. یعنی آلمان و فرانسه بسیار مهمن برای اینا، حیاتی که رژیم عوض بشه. حالا در آینده به مرور متوجه میشید چرا. اما این در واقع به نوعی یکی از رفع موانع برای کارهایی که باید اتفاق بیفته. مثلا کیهان لندن گزارشی منتشر کرده امروز، نوشته تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر ضرورت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی کانادا. شاهزاده رضا پهلوی روز یکشنبه 26 مارس با پیر پویلیور، رهبر حفظ محافظه‌کار کانادا، و معاونش ملیسا لانسمن، عضو پارلمان کانادا دیدار کرد. امیدوارم اسم این آقایون و خانم‌ها رو درست تلفظ کرده باشم. یکی از محورهای این دیدار و گفتگو تأکید بر ضرورت قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا بوده است. موضوعی که دولت جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور، و مقامات ارشد حزب لیبرال، حزب حاکم، به بهانه‌های مختلف تاکنون از انجام آن تفره رفتند. جالب اینجاست که خود آمریکا نه تنها سپاه را تروریستی اعلام کرده، نه تنها اون، که نمایندگان سنا در یک نامه به اتحادیه اروپا فشار آورده بودن که شما باید تروریستی اعلام بکنید. اما همونطور که میدونید جوزف بورل آمده بود برای اینکه با رژیم سازش بکنه. چرا؟ ببینید اروپا نیاز داره به یک خط لوله گازی که حالا تیه شاید ده ها سال گاز درش باشه. اینا روی روسیه حساب میکنن، بعد دیدن که روسیه ریسکیه و ریسک داره. از زمان ترامپ امید داشتن که با رژیم اسلامی بتونن انجام بدن، الان دیگه میبینن غیر ممکنه که به صورت پایدار روی هیچ چیز رژیم اسلامی، و در حالی که رژیم اسلامی حاکم ایرانه، روی ایران اصلا حساب کرد، نه روی گازش، نه روی فلزاتش، نه روی هیچی که داره، نفت، هیچی. اما در این حال و حوش مردم ایران یک انتخاب نشون دادن و انقلاب ملی رو نشون دادن. الان اینا بهترین پتانسیل رو دارن و میبینن. میشه رو این کار کرد، میشه با این همکاری کرد. بسیاری کشورهای دنیا و همونطور که گفتم این کلوپ جدید که داره شکل میگیره. مشکلی که وجود داره چیه؟ امثال جوزف بورل که آورده بودن چون برای سازش با رژیم. خب این به کلی فرو ریخته الان. بورل هم هنوز سر کاره. چیکار باید کرد؟ همین کاری که عزیزان الان در فرانسه دارن میکنن. یکی از ایراداتی که جوزف بورل گرفته بود به
تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران در اروپا این بود که چون ما از یه نفر خوشمون نمیاد نمیتونیم بگیم تروریسته، باید دادگاه دستور بده. خب خوشبختانه تیم این وکلای میهن پرست و بسیار من ازشون ممنونم به خاطر این کارا و باید تقدیر کرد از این اقدامات واقعا سازنده، یعنی شما دارید موانع رو ور میدارید، بسیار کارتون عالیه. تمامی عزیزان و دیگر ایرانی های کشورهای اروپایی به خصوص در فرانسه و آلمان این راه ها رو جلو برید. الان مثلا اکانت های مشروط خان داره بسته میشه، گفته میشه از آلمانه. تحقیق بکنید ببینید کار کیه، کی داره این کار رو انجام میده. فقط هم مشروط خواست، اکانت های ولایی تروریستی خامنه ای هیچ کدوم دست نمیخوره. ببینید عزیزان وقتی شاهزاده چالش خوشتون میاد چه خوشتون نمیاد کاری ندارم، به عنوان بزرگترین شانس نجات ایران و آوردن دموکراسی به ایران طرحی میذاره مثل فشار حداکثری و حمایت حداکثری، این رو بگیرید و جلو برید. هر جور فشار که میتونید وارد بکنید، هر جور حمایت که میتونید ایجاد بکنید. همش نباید مبارزین کف خیابون باشن که دیگران هم باید کارهایی بکنن. به هر حال این به وضوح یکی از رفع موانع تغییر رژیم در ایران، یعنی فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها برایشون حیاتی که این اتفاق بیفته و ایرانیان فرانسه خوشبختانه ابتکار عمل نشون دادن و اگر بتونن در دادگاه ثابت بکنن که سپاه پاسداران تروریسته، دیگه جوزف بورل نمیتونه بیاد ادعا بکنه که سپاه نباید تروریستی اعلام بشه و این کارو باید سریع اتفاق بیفته. نمیتونیم یه سال دو سال صبر بکنیم، همین چند ماه بعد نتیجه گرفته بشه و احتمالاً اگر شما پشت کار نشون بدید گرفته میشه، چون حمایت سیاسی هم هست، حمایت مردمی هم هست. الان تمام هالیوود با وجود اینکه بایدن بجز حرفای توخالی چی از خوش نشون نداده، همه هالیوود پشت مردم ایرانن. هنوز که هنوز هر روز یه سلبریتی، یه ستاره سینما، یه ستاره ورزشی کسی اعلامیه‌ای میده، اطلاعیه میده، حمایتشو اعلام میکنه و این مجبور خواهد کرد سیاسیون رو که جلو بیان و با این طرحا کار بکنن. در قالب برنامه‌های سیاسی که شاهزاده اعلام میکنه خواهش میکنم حرکت بکنید. بسیار ممنونیم از شما. کیهان لندن امروز مطلبی منتشر کرده با این عنوان که توافق وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عربستان برای دیدار در ماه رمضان. در تمام رسانه‌ها هم همین عنوان رو اعلام کردن، دیدار در ماه رمضان. چرا دارن اینو میگن؟ ببینید این کاری که رژیم کرده که همونطور که قبلا به شما گفتم منافعش سه جانبه است، یکی رژیمه، یکی عربستانه و یکی چینه. کمترین منافع این کار و بیشتر به نظر من حتی ضرر و آسیب برای خود رژیمه، بعدش برای عربستانه که یک میشه گفت پیمان اخلاقی ایجاد میکنه بین رژیم و عربستان و باعث میشه که اگر حمله نظامی به تأسیسات رژیم بشه لااقل عربستان از لیست حمله ضد حمله در واقع رژیم خارج بشه. تا الان میدونید که آرامکو عربستان اصلا هدف تمرینی اینا بود، یعنی همینجوری فلاشکار رو میزدن، این ورور میزدن، نفکش ها رو چقدر زدن برای اینا مهم نبود، اما با این پیمان مهم میشه. این منافع واقعی بر عربستان. از طرف دیگه برای چینه. چرا؟ چون اگر این اتفاق میافتاد و رژیم نهایتاً در صلح با عربستان نبود و آرامکو رو میزد، کشوری که ظرف چند ماه به کلی ورشکسته میشد چین بود، چون برعکس تصور بسیاری چین بیشتر نفتش رو از روسیه وارد نمیکنه، چون اصلا به صرفه نیست، از عربستان سعودی وارد میکنه و بهترین انتخاب براش خلیج فارسه. بنابراین این سه منفعتش سه جانبه است. الان این خبر نوشته به گزارش رویترز در تماس تلفنی وزرای خارجه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در مورد توافق امنیتی بین تهران و ریاض با میانجیگری چین گفتگو شد و آنها قرار گذاشتند یک دیدار دو جانبه در روزهای آینده داشته باشند. این مطلب در ادامه نوشته فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی همانها که برای کشورهای عربی منطقه بعد از عادی شدن روابط با اسرائیل شاخ و شانه می‌کشیدند و مدام در سخنرانی‌های خود برای آل سعود و آل خلیفه رجزخانی می‌کردند، فعلا ترجیح داده‌اند سکوت کنند. ببینید چرا این صلح کمترین منفعتش برای رژیمه و تقریبا هیچ منفعتی نداره و به نظر من تنها چیزی که مجاب کرده رژیم رو که به این صلح تن بده چینه، یعنی چین به نظر من مجبورش کرده. هیچ منفعتی که نداره ضرر هم داره. چرا؟ ببینید اینها سالهای سال رجزخونی کردن برای عرب ها
بعد بیرا به عربستان، مخصوصا الان کشورهای مثل امارات و قطر و اینا تقریبا به صلح رسیدن با اسرائیل، الان میخوان با همه اینا کار بکنن. شما یک گروهی دارید سرکوبگر و مخ اینا رو خوردی که اگه هر کاری من بگم بکنی میری بهشت. الان تو روی خود اینا حرفا دروغ داره عذاب در میاد. یعنی نه تنها این گفتگو صلح و این پیمان امنیتی در واقع که مربوط به همون امنیت هم است اصولا به جایی نخواهد رسید و منافعی واقعی برای رژیم نخواهد داشت، چون چین اول آخر جلوی اسرائیل رو که نمیتونه بگیره، جلوی آمریکا رو که نمیتونه بگیره، بنابراین اول آخر امنیتی برای رژیم تولید نمیکنه. پس چی تولید میکنه؟ هیچی. ببینید اینا فکر میکنن که اگر روابط رو با عربستان که خود بن سلمان در آمریکا الان میخواد تحت تعقیب قرارش بدن و محمد جواد ظریف هر وقت یک سوال حقوق بشری ازش میپرسید در مورد ملت ایران فوراً راجع به جمال خاشقچی صحبت میکرد، یادتون باشه همه جا ویدیوهاش هست حتما دیدید. اینا فکر میکنن که اگر الان بیان با عرب ها روابطشون خوب بکنن به چشم دول غربی مثلا به لحاظ حقوق بشری یا دیپلماتیک خوب میان. هیچ تأثیری نداره. الان روزنامه‌های غربی در موردش هر روز دارن مطلب می‌نویسن و میگن امیدی نداشته باشید به این داستان. این هیچ تأثیری روی رفتار رژیم و ماهیت و بودنش نمیذاره. این همونی که هست. اما الان خود رژیم میخواد به طرفداراش چی بگه؟ در این چند تا دونه اجتماعی که تونستن اینا با پول و ساندیس و ساندویچ و جایزه های مختلف جمع بکنن در چند ماه اخیر یادتون باشه که طرفداراشون رو بیارن ارزندان بکنن که یک دهم گذشته اومدن، همونجا شعار میدن علیه عربستان سعودی و لوگوی ایران اینترنشنال انداختن زیر پا عروش رد میشن طبق معمول. یعنی راه حل همه چی برای اینا همینه که یه چیزی بنز زیر پا یا بسوزونی یا مرگ بفرستی، اینه. هیچ راه حل واقعی که ندارن. اما الان چی میخوام بگن به همون طرفدارا که میگفتن مرگ بفرستید به سعودی ها به عرب ها و غیره، چی میخوان بگن؟ میخوان بگن آقا نه، از این بعد طی این چند ماه عربستان و سعودی یه دفعه شد دوست ما و ناجی ما. این رفتارها نه تنها هیچ کمکی به خود رژیم نمیکنه، بلکه باعث ریزش درونی هم است. یعنی رژیم بیشتر داره دست و پا میزنه در باطلاقی که نباید دست و پا بزنه. این صلح امنیتی بدون شک با اجبار چین به علی خامنه ای تحمیل شده. خامنه ای هم که فقط بلده هارتوپورت بکنه مثل بچه خوب این قرض و قرض داده. در نهایت این تبلیغات که راه افتاده، یعنی در نهایت یه تبلیغه، هیچی نیست. تنها چیزی که ایجاد میکنه امنیت انرژی برای چینه و امنیت سرمایه گذاری برای عربستانه. عربستان آرامکش موشک نمیخوره دیگه از این به بعد، چین هم نفتش قطع نمیشه. چی گیر رژیم میاد؟ هیچ. به همین سادگی. آیا طرفداراش بیشتر میشن؟ نه. چرا نه؟ به خاطر اینکه خوش دروغ میگه به اونا. هر روز به اونا دروغ میگه، میردش تو خیابون رژیمی بره دروغ میگه و فردا حرفش عوض میکنه. فقط و فقط دست و پا زدن در باطلاقی که داره فرو میره. همینو بس. تا برنامه بعدی و فردا، بدرود.